سازمان عفو بین الملل با صدور یک فراخوان اقدام فوری بار دیگه خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط علی یونسی و امیر حسین مرادی شد. در این بیانیه اتهام‌های این دو دانشجو ساختگی و محاکمه‌شون ناعادلانه توصیف شده. همکارم مهتاب وحیدی را در بخش دیگر استودیو همراه ماست با جزئیات بیشتر. 882 روز از بازداشتشون میگذره. دو دانشجوی جوان دانشگاه صنعتی شریف، علی یونسی دانشجوی رشته کامپیوتر و امیر حسین مرادی دانشجوی رشته فیزیک، که هر دو برنده مدال‌های طلا و نقره در المپیاد نجومن. دو دانشجوی 22 ساله‌ای که هر کدومشون به 16 سال حبس محکوم شدن در حکمی با امضای علی مظلوم قاضی شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران، حکمی که در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران هم تایید شده. احکامی که عفو بین الملل میگه بر اساس اتهام‌های جعلی و ساختگی و پس از یک محاکمه ناعادلانه. عفو بین الملل بار دیگه از غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران، خواستار آزادی فوری علی یونسی و امیر حسین مرادی شده و همینطور لغو احکام اونها. این دو دانشجو به تخریب اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شدند. اما خانواده هاشون این اتهام ها رو رد کرد و اونها رو بی اساس نامیدن. مصطفی نیلی وکیل این دو دانشجو هم در واکنش به این احکام اعلام کرده که علی یونسی و امیر حسین مرادی 50 روز بدون دسترسی به وکیل و محروم از ملاقات با خانواده در سلول انفرادی بودن و در این شرایط غیرقانونی بوده که از اونها اعتراف گرفته شده. اعتراف هایی که عفو بین الملل میگه اجباری و تحت شکنجه بوده و دادگاه بر اساس اونها حکم صادر کرده، با اینکه این دو دانشجو جوان در جلسات دادگاه اعترافات خودشون رو پس گرفت. عفو بین الملل خواستار انجام تحقیقات دقیق و مستقل در مورد صحبت‌های این دو دانشجو در مورد شکنجه‌شون شده و همینطور محاکمه افرادی که در این شکنجه و بدرفتاری دست داشتن. این روزها که در ایران بسیاری مشغول مراسم عزاداری برای امام سوم شیعیانن، شماری از کاربران از این فرصت استفاده کردن برای نوشتن از به گفته اونها ظلم‌ها و مصیبت‌های سال‌های اخیر، مثل اعدام‌های دهه 60، قتل‌های زنجیره‌ای و زندانیان سیاسی از جمله علی یونسی و امیر حسین مرادی. این دو دانشجو نخبه فروردین سال 99 بازداشت شدند، زمانی که تنها 20 سال داشتند و بر اساس حکمی که براشون صادر شده یک دهه از عمر خودشون رو باید در زندان بگذرونن. طی 28 ماهی که از بازداشت علی یونسی و امیر حسین مرادی میگذره، درخواست‌های زیادی برای آزادی اونها مطرح شده، از نامه شماری از برندگان جایزه نوبل و دانشگاهیان گرفته تا بیانیه‌های نهادهای حقوق بشری و همینطور طوفان‌های توییتری. اما این دو دانشجو همچنان در زندانن بدون حتی یک روز مرخصی.